شورای اسلامی از دولت محترم میخواهد به جهت عدم تهدید سلامت هموطنان هر گونه واردات واکسن های تولیدی شرکت های امریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع نموده. دفاع نمایندگان مجلس از دستور رهبر ایران برای منع خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا. سازمان نظام پزشکی اما از روحانی خواسته خرید واکسن را سیاسی نکند. از یک پزشک متخصص میپرسیم از دست رفتن زمان برای واکسیناسیون در ایران چقدر خطرناک است و آیا هشدار سازمان نظام پزشکی جدی گرفته میشود؟ در ادامه 60 دقیقه امشب که برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم آقای ترامپ رای اظهارات فائزه هاشمی در حمایت از سیاست ترامپ علیه حکومت ایران. آیا امید به تغییر در جمهوری اسلامی با رفتن ترامپ به یأس تبدیل شده؟ از میهمانان برنامه امشب میپرسیم چه شد که بعضی از مردم راه حل مشکل داخل ایران را در بیرون دیدند؟ اینکه چرا بعضی با رفتن دونالد ترامپ امید به تغییر در ایران را از دست دادند به چه معناست؟ رئیس شعبه دادسرا اجازه ملاقات ندادن، وکیل هم با وجود این که دو بار تم باطل کرده درخواست دیداری که هیچ وقت میسر نشد. محرومیت از مرخصی و ملاقات با خانواده ابزار فشار حکومت ایران بر زندانیان سیاسی و بازگشایی مرزها از سرگیری دیدارها. 3.5 سال درگیری همه جانبه عربستان با قطر به پایان رسید. این مساف برنده ای هم داشت؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ایران بحثی پر حرارت بر سر واکسن کرونا در گرفته، جنجال هایی که با تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای شروع شد. رهبر ایران واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد، با این استدلال که ممکن است بخواهند واکسن را روی ملت های دیگر امتحان کنند. حالا وزیر بهداشت ایران، 200 نماینده مجلس و شماری دیگر از چهره های حکومتی در حال رقابت بر سر حمایت از حرف های آیت الله خامنه ای هستند، احتمالاً برای جلب رضایت رهبر، پدیده رایج در نظام‌های فردی اقتدارگرا. البته شماری از مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی ایران از حسن روحانی خواستند نگذارد بحث ورود واکسن به بازی‌های سیاسی آلوده شود، تلویحاً بازتاب نگرانی آنها از همین اظهارات رهبر ایران. آمریکا و بریتانیا از اولین کشورهایی بودند که واکسیناسیون عمومی را شروع کردند. با این حساب حرف از امتحان واکسن روی ملت‌های دیگر با عقل سلیم جور در می‌آید. تأکید نهادها و چهره‌های حکومتی روی حمایت از تولید واکسن داخلی معنای غیر از حمایت از یک نهاد ثروتمند زیر نظر آیت الله خامنه‌ای دارد. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. روز و شب‌های سختی گذروندیم. 99% از این سختی به خاطر ظلمی است که امریکایی‌ها به ما کردن. واکنش وزیر بهداشت ایران به سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره ممنوعیت خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی. نخستین توجیه سنگربان بهداشت و درمان در تایید سخنان رهبر ایران رنگ و بوی سیاسی دارد. این فرمایش منع از ورود از بعضی از منابع متکی است یک بر دیرینه شیطنت‌آمیز این کشورها در مسائل ما، که حالا من اون رو اگر کنار بگذارم، در جنبه‌های علمی است که به هر حال از جاهای مختلف ممکنه به استهزاء ایشون برسه. وزیر بهداشت ایران البته در جمله‌ای معنادار گفته زمان برای قضاوت در مورد واکسن‌ها زود است و کارشناسان وزارتخانه‌اش باید به رهبر در این زمینه مشورت علمی بدهند. آقای نمکی این حرف‌ها را در سفری به مازندران زد، جایی که درگیر موج سوم شیوع کرونا است. تاکنون و بر اساس آمار رسمی بیش از 56,000 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. نگرانی ها از بدتر شدن شرایط در دو ماه پیش رو و در زمستان بالا گرفته. به من خبر دادم که این 4 مورد هم در آزمایشگاه رفرانس ما از نوع ویروس موتاسیون یافته انگلیسی است. وزیر بهداشت ایران هم از تایید موارد تازه از نوع جدید ویروس در کشور خبر داده. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح
کرونایی در کشور خودشون پیش نمیاد. هیچ کدام از اینها اما مانع نمی شود حداقل در مجامع رسمی حرف رهبر ایران زیر سوال برود. امروز بیش از 200 نماینده مجلس هم در بیانیه‌ای سخنان رهبر ایران را فصل الخطابی در خرید واکسن دانستند. مجلس شورای اسلامی از دولت محترم می‌خواهد به جهت عدم تهدید سلامت هموطنان هر گونه واردات واکسن‌های تولیدی شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی را ممنوع نموده. وزارت بهداشت می‌گوید تا آخر بهار پیش رو تولید انبوه واکسن ایرانی شروع می‌شود. همزمان کوبا و ایران هم اعلام کردند که مرحله سوم واکسن کرونای ساخت یک شرکت کوبایی در آینده نزدیک در ایران آزمایش خواهد شد. در بحبوحه همه‌گیری کرونا دو دولت برای مردم کشورشون خیلی زحمت کشیدند. افزایش تلاش ها این امکان رو میده که واکسن مقابل با کرونا رو در هر دو کشور داشته باشیم. موضوعی که برای هر دو طرف استراتژیکه. امروز سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهوری ایران نامه نوشته و گفته تنها راه غلبه بر ویروس کرونا تأمین سریع واکسن آن هم بدور از بحث‌های سیاسی است. تهیه و خرید واکسن باید صرفاً بر اساس نگرش علمی و بر اساس مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی باشد. اگرچه تلاش‌های بی‌وقفه همکاران و دانشمندان کشور در جهت تولید واکسن داخلی بسیار ارزشمند و موجب تثبیت پایه‌های تولید واکسن در کشور خواهد شد، ولی جناب‌عالی واقفید که طی مراحل علمی و تولید انبوه واکسن داخلی به زودی میسر نخواهد شد. ایرانی‌ها فعلاً باید منتظر واکسن‌هایی بمانند که هنوز مراحل ساختشان نهایی نشده. در کشوری که چند و چون خرید واکسن نه به دست و تصمیم پزشکان و متخصصان که در بالاترین رده سیاسی شکل می‌گیرد، این که چه واکسنی خط بخورد، چه واکسنی تایید بگیرد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن با ما هستند. آقای افشاری، مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی نامه‌ای نوشتند که بهش اشاره شد. از آقای روحانی خواستند که موضوع سیاسی نشه. آقای روحانی میتونه کاری بکنه؟ با طبق اختیارات قانونیش، خب بله، در هیچ کدوم از 11 بندی که اختیارات رهبری رو تعیین کرده دخالت در تعیین اینکه کشور چه واکسن خارجی رو بخره یا نه وجود نداره. به هر حال دولت روحانی، وزارت بهداشت میتونه عمل بکنه، اما با واقعیت‌های سیاسی حاکم بر ایران و به خصوص ویژگی‌های شخصی حسن روحانی او قطعا چنین کاری نخواهد کرد و همون گونه که وزیر بهداشتش نمکی اعلام موافقت کرد با نظر آقای خامنه‌ای، دولت تسلیم خواهد شد مثل موارد قبلی. و متاسفانه در دولت روحانی ما در وزارت بهداشت شاهد به اصطلاح وضعیت نزولی بودیم، یعنی هم به لحاظ کیفیت تخصصی و کارشناسی افت محسوسی کرده و هم به لحاظ تسلیم در برابر نظرات غیر کارشناسی و اقتدارگرایانه نهاد ولایت فقیه. تقریبا در ایران بعد از انقلاب هیچ وزیر بهداشتی مثل نمکی نبوده که این حجم از تملق و خوشخدمتی رو در برابر مداخلات آقای خامنه‌ای داشته باشه. همین افراد که با سیستم درمانی در ایران آشنایی کامل دارن، خودشون دستن در کارن، گفتن که ممکنه که واکسن به این زودی ها خصوصا طی مراحل علمیش و تولید انبوهش در ایران میسر نشه. مفهوم این چیه؟ به معنای این است که مردم ایران در این شرایط سخت ممکنه که بی‌دفاع بمونن در برابر این ویروس؟ این توضیح رو من بدم که اساساً واکسن ادعایی که دو واکسن نماد ایران مدعی میشه که در داخل کشور دارن میسازن، اینا هنوز مرحله اول کارآزمایی بالینیش هم انجام نشده. واکسن خودش مسئله نیست، واکسن مؤثر که بازدهی بالا داشته باشه و پیامدها و عواقب منفی دیگری برای افراد نداشته باشه، اینا اصلا معلوم نیست. حال اگر این سه مرحله جلو بره، مورد تایید نهادهای معتبر بهداشت جهانی قرار بگیره، تازه تولید اون خودش یک پروسه طولانی است و همچنین توزیعش. البته ادعایی که مسئولان میکنن اون منعی که شده فقط واکسن‌های تولیدی کشورهای غربی یا مؤسسات غربی هستش. ممکن است که جمهوری اسلامی به سمت خرید واکسن از روسیه و چین حرکت بکنه. در مورد روسیه همی است که این واکسن جدا از این که اعتبارش اصلا معلوم نیست، عدم شفافیت وجود داره، اصلا معلوم نیست که مطالعات
انسانی چگونه بوده و بسیار پر ریسک هست. در مورد چین خب به طور نسبی وضعیت بهتری داره، اگرچه بازدهیش کمتر از واکسن های فایزر و مادرنا و همچنین برای شرکت آکسفورد در بریتانیا هست، ولی باز به حد قابل قبولی هست. معلوم نیست که چه خواهد شد، ولی از همون ابتدای بحران زیستی کرونا برای جمهوری اسلامی جان، سلامت و رفاه مردم ایران مطرح نبوده یا حداقل مسئله اصلی نبوده و این ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی خودش رو ترجیح داده و واقعا باعث هم افسوس و هم شرمندگی است. ما بعد 200 سال درست همون نقطه ایستادیم که اولین بار واکسن مدرن غربی که توسط انگلیسی ها آمده بود برای درمان آبله، با تحریک برخی از روحانیون این واکسن ها رو مردم نزدن و باز این در دوران امیرکبیر با تکرار شد که دیگه جریمه دولت وضع کرد برای کسانی که نزنن. الان آقای خامنه ای به نوعی تکرار کننده همون نگرش های خرافی واپسگرایانه شده، بچه ایدئولوژیک هم بهش داده، منتها این ریاکاری هم به شدت اینجا تأسف بار هستش که چرا خود مقامات حکومتی، چهره‌های روحانی بعد از انقلاب بارها و بارها رفتن در کشورهای غربی، در اون بیمارستان‌ها درمان شدن، اون داروها رو مصرف می‌کنن. در همین دوران تحریم 30% داروی وارداتی کشور از آمریکا بوده. در 10 سال گذشته واکسن‌های از کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه وارد کشور شده، ولی اینجا که رسیده باز به دلیل ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک و همچنین اقتصادی، چه بسا بخوان یک انحصاری رو برای واکسن‌های تولیدی بنیاد برکت در داخل کشور ایجاد کنه. شما اشاره کردید به عملکرد آقای نمکی و از اون طرف هم اشاره شد در گزارش به نگرانی‌های مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی. همین اختلاف نظری که هست، همین بحث‌هایی که راه افتاده، آیا کار واکسن رو با تأخیر مواجه نمی‌کنه؟ آیا همین خودش پیامد نخواهد داشت؟ قطعاً همین کار رو میکنه، چون اساساً واکسن تهیهش یک مسئله هست، مسئله مهمتر توزیعش هست، یعنی توزیع سریع و به هنگام. خب الان تکلیف معلوم است که اساساً تصمیم گیر در کشور چه کسی است. این بزرگترین وجه بحرانی ماجرا است، اما فقط در مورد این موضوع، در تمامی مسائل اصلی کشور نظام تصمیم گیری ما با بحران مواجهه، چون نهادهای موازی تصمیم گیری وجود داره و این دوگانگی هم که در رفتار آقای خامنه ای و نهاد ولایت فقیه هست. اگر تکلیف همه را روشن بکنن که در این کشور در صدر تا ذیلش در همه مسائل کوچک تا بزرگ آقای خامنه ای و منصوبانش باید تصمیم بگیرن، خب دیگه انتخابات ها غیره را کنار بگذارن، نهادهای تخصصی رو کنار بگذارن در کشور و یک فرد بشینه با به اصطلاح منصوبان خودش و همین جریان به اصطلاح ستیزه جویی که و افراطی که تحت عنوان ولایت مدار در کشور هستن و در مورد همه چیز هم اظهار نظر میکنن، همینا کشور رو اداره کنن. اما الان این وضعیت رو ما نمیبینیم، این دوگانگی وجود داره و ما به این بنبست رسیدیم و این وجه بحران واکسن در کشور، این بحران زیستی کرونا، یک امر فقط منحصر به خودش نیست، مرتبط با اون بحران بزرگتری هست که در ساختار سیاسی، در نظام تصمیم گیری کشور وجود داره و اون هم این هستش که یک فرد داره تصمیمات اصلی رو میگیره و این تصمیمات هم بر مبنای ملاحظات ایدئولوژیک و عمدتاً دانش ستیزانه، یعنی این علم جدید و مبانی خردورزی جدید رو اینها قبول ندارن و یک به دنیای موازی و واقعیت‌های موازی با اون باور دارن و این وضعیت فلاکتباری است که می‌بینیم. منتها خب در این خصوص واقعاً جای نگرانی خیلی بیشتر است، چون مسئله جان مردم هست، سلامت مردم هست و همچنین باز اقتصاد و معیشت مردم هم مطرح هست و هر میزانی که این بحران در ایران طولانی تر بشه و نقطه خروج از این بحران هم به سر عقب بیفته، این پیامدهای سنگین اقتصادی در سطح خرد تا کلان داره، از زندگی مردم عادی گرفته تا شرکت‌های اقتصادی، بیکاری‌ها رو افزایش میده، فقر رو بیشتر میکنه و واقعا حیرت انگیز هست که در این خصوص چاره‌اندیشی نمیشه. البته من شخصا امیدوارم حداقل واکسن‌های چینی رو به سرعت بخرن یا قرار نیست واکسن‌های آمریکایی یا بریتانیایی بخرن. سپاسگزارم از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به ما. دکتر سام چیتساز، متخصص قلب و عروق، هم از سان فرانسیسکو با ما هستند. آقای چیتساز،
وزیر بهداشت ایران گفته که از دستور آیت الله خامنه ای دفاع کرده و ضمن اون گفته که خریداری واکسن از بریتانیا و آمریکا با عقل جور در نمیاد. شما چی فکر می‌کنید در این باره؟ به نام خداوند جان و خرد. ببینید هر ساعت، هر دقیقه، هر روز، هر ماهی که تأخیر پیدا می‌کنه این به حساب آماده کردن واکسن، به قیمت مرگ و میر مردممون تموم میشه. خب ما که الان واکسنایی داریم که به هر حال اون کارآزمایی های بالینیش رو انجام دادن، میدونن که موثره و عوارض زیادی نداره، خب چرا از همینا که در حال حاضر وجود داره استفاده نمی کنن؟ حالا اگر لازمه که واکسن جدیدی رو هم حالا از کوبا یا چین یا هر جای دیگه ای میخوان آزمایش بکنن، به صلاح دیدشون حالا اون رو هم انجام بدن. ولی خرد حکم میکنه که برای اینکه مرگ و میر کمتر بشه، لااقل اون چیزی که در حال حاضر وجود داره و هزینه بسیاری براش صرف شده که تایید بشه اثر بخشیش و عوارض کمش، خب همینو استفاده بکنن تا زمانی که حالا واکسن خودشون رو هم به نتیجه برسه. شما پزشکان از آغاز کرونا موضوع واکسن رو با دقت دنبال میکردید. اینی که در ایران گفته شده واکسن ها رو دارن بر روی کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه آزمایش میکنن، چقدر درسته؟ از همون ابتدایی که مسئله کرونا وایروس شروع شده و به حال این پاندمی، خب در کنار اون جمعیت علمی و پزشکی همیشه یک گروهی هم در کنار بودن که متاسفانه اطلاعات غلطی رو حالا عمدن یا سهواً توی شبکه‌های اجتماعی، روی اینترنت، در تلویزیون خب گسترش می‌دادن. به هر حال حالا یا نفع مالیشون بوده یا از نظر عقیدتی به هر حال اهدافی رو دنبال می‌کردن. هیچ گواه، هیچ سندی وجود نداره که این کمپانی‌هایی که اومدن این واکسن‌ها رو درست کردن یک توطئه‌ای پشت سرش بوده و میخوان که مثلا حالا کشورهای دیگر رو بیمار بکنن یا نمیدونم اطلاعاتشون رو جمع بکنن. هیچ گواهی مبنی بر این مسئله وجود نداره. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که در مقیاس وسیع این واکسن‌ها رو آزمایش کردن، هم اثر بخش بوده و عوارضش بسیار بسیار کم بوده. بی عوارض نبوده ولی بسیار بسیار کم بوده و مطمئناً در کاهش مرگ و میر تأثیر داشته. آی دکتر چیتساز، شما در آغاز گفتگو هم اشاره بسیار مختصری کردید. من در گفتگو با مصاحبه شونده قبلی همین موضوع رو مطرح کردم. به نظر میاد که اختلاف نظر هست در وزارت بهداشت ایران، بعدم حرف‌ها و حدیث‌های الان مطرح شده که خواهی نخواهی کار رو کند می‌کنه. این تأخیر چقدر پیامد داره؟ پیامدش بسیار بسیار زیاد هست. عرض کردم هر دقیقه‌ای که این مسئله به تأخیر بیفته به قیمت جان مردم ما تموم میشه. حالا چه کسی باید این تصمیم‌گیری رو انجام بده؟ کسانی باید این تصمیم‌گیری رو انجام بدن که در این زمینه صاحب نظر هستند، دانشمند هستند، پزشک هستند و آگاهی کافی دارن از این مسئله. احیانا اگر حالا در سیستم تصمیم گیری خودشون هم در این مسئله خبره نیستن، باید به کسانی ارجاع بدن مسئله رو که آگاهی دارن. من شخصا از همکارانم در ایران، از پزشکای عزیزی که توی ایران دارن کار میکنن، حمایت میکنم، واقعا با اونا همصدا هستن. لزومی نداره واقعا واکسنی که اثر بخشیش مشخصه رو استفاده نکنن به این بهانه که بخوان یک واکسن جدیدی رو بخوان خودشون بیان آزمایش بکنن. خب اون رو هم شما استفاده بکنید تا زمانی که واکسن خودتون رو هم حالا نتیجهش رو ببینیم. عرض کردم مسئله جان مردمه. این جان مردم رو هم باید با خرد حفظ کرد و سلامتی مردم، آرامش مردم رو باید با خرد به اونا برگردون. بسیار ممنونم از دکتر سام چیتساز، متخصص قلب و عروق در سان فرانسیسکو. ممنونم از شما. دختر یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران گفته برای بهبود وضعیت در ایران بهتر می بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میماند. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته مردم هر چه تلاش میکنند اصلاحات انجام شود، مرغ یک پا دارد و هیچ خبری نمی شود و برعکس مردم سرکوب می شوند. چه شده که برای بعضی در ایران
راه برای تغییر نه صندوق رأی نه اعتراضات خیابانی که امید به بیرون و متوصل شدن به رئیس جمهوری سیاست و سیاست کشوری شده که ایران آن را دشمنی 42 ساله تلقی میکنه. چرا برای بعضی در ایران دونالد ترامپ بهتر از جو بایدن است؟ مصلای کازرون استان فارس فروردین ماه دو سال پیش در میانه دو اعتراض بزرگ، کمی پس از اعتراضات خونین دی 96 و کمی قبل از نارامی‌های مرگبار آبان 98، کازرونی‌ها عصبانی از طرح تفکیک شهرستان به مصلا هجوم بردند. سنگر محافظه‌کاران و تریبون تندروها با شعارهای کم سابقه در تاریخ حیات جمهوری اسلامی. دشمن ما همینجا دروغ میگه که آمریکا. پاره‌ای قابل توجه از مردم ایران از دست حاکمیت به شدت شاکی اند، خسته اند، آسی اند. انسداد سیاسی در درون و امید بی سرانجام به اصلاح ساختار، آرام آرام طیف معترض را برای ایجاد تغییر به بیرون امیدوار کرد. At this defining moment, change has come to America. در بزنگاهی تاریخی در یکی از آن سالهایی که همچون همیشه شرایط حساس کنونی بوده، رئیس جمهوری متفاوت قدرتمندترین شخص دنیا شد. در سالی که در ایران اعتراضی بزرگ شکل گرفت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، طیف معترض در ایران دست تقاضا به سمت باراک اوبامایی دراز کرد که با شعار تغییر آمده بود. اوباما در عوض بعد از چند سال برای حل و فصل مشکلات امنیت داخلی و سیاست خارجیش با حاکمیت ایران به کمک قدرت‌های دیگر برجام را امضا کرد. توافقی که تقریباً حاکمیت را از بن‌بست خارج می‌کرد، اما بسیاری معترضان در داخل ایرانان را جوابی منفی به خواستشان دیدند. دور بعدی اعتراضات سراسری در ایران در سال 96 شکل گرفت. سال اول رئیس جمهوری متفاوت در آمریکا. دونالد ترامپ که مخالف همه چیز باراک اوباما بود، سیاستی متفاوت با ایران در پیش گرفت. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. سیاست محوری او یعنی فشار حداکثری بر حاکمیت ایران برای آمدن به میز مذاکره جواب نداد. اما این فشار در کنار گل به خودی های جمهوری اسلامی بار دیگر مردم را به خیابان کشاند، هم دی ماه 96 و هم آبان ماه 98. صدها کشته، نتیجه سرخوردگی مردم از وضع موجود، دل کندن از صندوق رأی و باز هم امید برخی به تغییر از بیرون. امید به اینکه شاید اگر مردم نتوانند حاکمیت ایران را مسئول کنند یا تصمیم گیران را وادار به تغییر رویه، سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بتواند. این گفته های این روزهای دختر یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی. حالا من به آقای ترامپ اینو گفتم، اینم بگم چون من
یه جایی قبلا گفته بودم که مصاحبه داشتم که برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمیدادم. برآمده از اصلاحات و حالا به نظر خسته از آن. بخاطر همین فشارهایی که میذاره شاید بالاخره یه تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه، چون به هر حال مردم هر چی تلاش میکنن که اصلاحات انجام بگیره موقعی پا داره، هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب میشن. شاید اگر این فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا میکرد بالاخره ما مجبور میشدیم یه سری تغییر سیاستهایی رو داشته باشیم و این تغییر سیاستها حتما به نفع مردم میتونست اتفاق بیفته. برای همین فکر میکنم اگر ترامپ بود، چون دموکراتها خود شلوولن، یعنی اومدن دموکراتها این موضع خطای ما هی تقویت میشه بیشتر. اصلا امیدوارم نشه، ولی به قول آدم چنین چشم اندازی داره. ایران امروز با بنبست سیاسی، تنگنای اقتصادی، گسست فرهنگی و زوال اجتماعی چه کند؟ شکاف میان مردم و حاکمیت روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است. نظام راه حلی ارائه نمی‌دهد. این بار دولت پیشروی آمریکا باز هم در حال تغییر است، اما دونالد ترامپ نیست. شخصیت این بار شخصیتی است یادآور دوران اوباما. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. دوران گفتگو و مذاکره، گزینه شاید نه چندان هیجان انگیز برای آنها که امید به کمک تغییر از بیرون از ایران داشتند. ایران امروز شاهد دو قطبی بزرگ میان طیف معترض و حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه بهمن ماه، سالگرد انقلاب 57. مرصاد کهنروز، بی بی سی. گفتگوی داریم با دو میهمان در همین زمینه، مرتضی اسماعیل پور روزنامه‌نگار از کانزاس سیتی در ایالت میزوری آمریکا و همینطور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتوی کانادا. سال اول رضا اسماعیل پور میپرسم، حرف فائزه هاشمی از نظر شما یک نظر شخصیه یا دیدگاهیه که اتفاقا به خانواده های پرنفوذ در حاکمیت ایران هم کشیده؟ اجازه بدید اولا سلام عرض کنم خدمت شما، مهمان دیگرتون. بحث سر اینه که ما نگاه کنیم، من به تیزری که پیش از این برنامه بود هم مراجعه کنم. تیزر تقریبا تاریخ شفاهی از تاریخ تصویری از آنچه که در 12 سال گذشته رخ داد و نشون میده، کما اینکه نظرات شخصی من یک کمی فراتر از اینه. من معتقدم که نگاه سومی هم وجود داره، نگاه سومی که فارغ از بحث وابستگی به غرب و یا غرب ستیزی هست، نگاه عقلانی، نگاه مطلع از اطلاعات یافتن از روابط بین الملل هستش. آنچه که مردم در ایران در طی 12 سال گذشته در تقابل با جمهوری اسلامی داشتن، کما اینکه 42 سال اخیر هم داشتن، در این مدت افزایش بیشتری پیدا کرد و در این مدت نگاه به این بود که دولت‌های خارجی هم از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کنند. اون چیزی که مشخصه این هستش که آنچه که در ایران رخ میده صرفاً نتیجه براندازی و یا بقای جمهوری اسلامی نیستش. جمهوری اسلامی میتونه سرکوب کنه برای بقای خودش، مردم اعتراض کنن برای براندازی. اما اگر این اعتراض به براندازی با سرکوب شدید همچون آبان ماه باشه و یا دی ماه باشه، نمونش در جنوب کشور ما شاهد این بودیم که رگبار بستن به مردم، 1500 نفر کشته شدن. اگر این حمایت خارجی نباشه، حتی کشورهایی مثل اتحادیه اروپا که بیشتر به منافع اقتصادی خوشوفر میکنن، اگر این حمایت ها نباشه، در نتیجه جمهوری اسلامی به سرکوب تمام میتونه مردم رو از این اعتراضات عقب بکشونه. اما اگر از طرف دیگه هم اگر این حمایت نباشه، جمهوری اسلامی خب به راحتی میتونه بقای خودش رو حفظ کنه. اون چیزی که مشخصه، فائزه هاشمی نماینده خانواده های مقامات جمهوری اسلامی نیست، بلکه دیدگاه شخصی خودش رو مطرح کرده. چرا که من شخصا معتقدم فائزه هاشمی دیدگاه های متفاوتی هم وارد داده، اما تمام ساختار جمهوری اسلامی از اصلاح طلب، اصولگرا و یا جریان هایی که مدعی این هستن که نگاه منتقدانه به جمهوری اسلامی دارن، اینها منافع شخصی دارن، یعنی منافع شخصی که اجازه نمیده که همسو با دیدگاه فعلی فائزه هاشمی باشه. اونها حاضر به این نیستن که فردی مثل بایدن به قول معروف در سر کار بیاد. اونها بیشتر معتقد به این هستن که کسی بیاد که جمهوری اسلامی باش معامله کامل داشته باشه و بتونه اون سرکوب خودش رو بیشتر کنه و هیچ مزاحمتی نداشته باشه. البته شخصا معتقدم که بایدن و گروه و تیم بایدن، مشخصا تیم اوباما، باید ما
اسمشون ببریم، نه تیم بایدن، تیم اوباما و خانم کلینتون، این گروه مباشرت کاملی با جمهوری اسلامی خواهند کرد. در نتیجه اون چیزی که خانم فایزر هاشمی گفتن صحبت کلان نیست، صحبت شخصی خودش بود. خب آقای ناور حقیقی، شما چی فکر میکنید؟ آیا این حرف بازتابی است از یک نگرش در درون ایران که فکر میکنند باید ترامپ میموند؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای اسماعیل پور. ببینید، این نگاهی که به هر حال معتقده که عنصر خارجی میتونه عنصر تعیین کننده در تغییرات سیاسی داخل باشه، تا من در بعد از هم قبل انقلاب بوده و هم بعد انقلاب، هیچ نسبتی هم نداره به این که میتونه دموکرات باشه، جمهوری خواه باشه. کسانی که این حرف رو میزنن از جمله خانم فائزه هاشمی، حالا که نه به سنت پدرشون، پارادایم سیاسی پدرشون اعتقاد دارن و نه اینکه تصویر تاریخی داره از شرایط بین الملل و مسائلی که داره میگذره. ببینید، موسولینی میگه هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. بنابراین تغییرات سیاسی، حمایت‌های خارجی همیشه معطوف به منافع ملی اون کشورهاست. نکته اولی است که باید ما توجه کنیم. نکته اول. نکته دوم این که باید ببینیم که در ایران چه مشکلاتی وجود داره. شما دقت کنید، در 76 یک رئیس جمهور دموکرات بود، ایران در آستانه حمله بود، سفرای خارجی از ایران خارج شده بودند. همین چیزی که آقای اسماعیل پور میگن، اروپا به بزرگترین تحریم رو علیه ایران اعمال کرده بود و اگه شما به روزنامه‌های اون موقع آمریکایی مراجعه کنید، ساعت صفر جمهوری اسلامی فرا رسیده بود و میگفتن ایران حمله میکنه. تو اون انتخابات مردم شرکت کردن، با آقای خاتمی رأی دادن و اون ورق برگشت، یعنی اروپایی‌ها سفراشون برگشتن، بهترین روابط اروپا با ایران در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد و همچنین در دوره آقای اوباما. آقای اوباما نامه نوشت بود با آیت الله خامنه‌ای، دو تا نامه دوستانه نوشته بود، از جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، ولی شما می‌بینید تظاهرات 88 اتفاق افتاده. پس بنابراین الزاماً هیچ نسبتی بین نوع رئیس جمهور و مسائل مردم نیست. مسائل مردم معطوف به شرایط داخلی اون کشوره. دومم در مورد اینکه آیا ترامپ میتونست کمکی کنه، دیدی که خانم فائز داره، به نظر من کاملا اشتباهه. ایشون میگه اگه ترامپ مونده بود و فشار میذاش، قطعا این حاکمیت مجبور به تغییر بود و میتونست تغییر مثبت باشه، نه میتونه در شرایط رادیکال تر باشه. ببینید، میتونست یعنی گروه های متعادل رو از حاکمیت حذف کنه، سیستم رو یه پارچه کنه و فشارهای جدی بذاره. اما اون چیزی که به نظر من مهمه، ببینید، چشماندازهای کلی رو برای تغییر دوستان نایده میگیرن. من چند تا جنبهش رو اضافه کنم. ببینید، خیلی کوتاه ببینید، با تصویر بزرگ نگاه کنید. تصویر بزرگ این که نسل اول رهبران سیاسی ایران در حال فوتن، یعنی فوت میکنن، بالاخره مرگ حق است و این نسل دومی که میاد الزاماً مانند اونا فکر نخواهد کرد. دوم مسئله جانشینی داره ایران. سوم مسئله بحران درون بلوک قدرت داره. پنج گروهی که توی بلوک قدرت هستن، اینا الان به طور جدی با هم هستن و از همه مهمتر، ببینید، ایران تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته تولید ثروت کنه. درآمدش عمدتاً بر پول نفت بوده. الان نسل جدیدی که داره میاد، یعنی اون چیزی که مهم هست نیروی انسانی، تنوع نیروی انسانی و گرایشش به سمت ابتکار هست. ایران این منابع نیروی انسانی داره. بنابراین جمهوری اسلامی در چشم انداز آینده مجبور به تغییره. یعنی این تغییرات برخلاف تغییر رو گریز ناپذیر میدونید. آقای اسماعیل پور، شما گفته در خب این نظر شخصی خانم هاشمیه، ولی فشار ترامپ احتمالاً دو تا پیامد بیشتر نمیداشت. یکیش تغییر رژیم می بود، مثلا فروپاشی، و دیگری اینکه حکومت تسلیم بشه، یا اینکه یک موردی که آقای ناور حقیقی مطرح کردن و اون رادیکال تر شدن فضا و کنترل بیشتر. در این در چنین سناریوهایی نفع کسی مثل فائزه هاشمی یا کسانی که مثل او فکر میکنند چیه؟ اجازه بدید پیش از اینکه به نفع فائزه هاشمی و یا دیگرانی مثل او فکر میکنند بگم که من معتقدم، نظرات آقای ناور حقیقی محترم، اما اون چیزی که میگن دقیقی نیست، به این خاطر که دولت هایی که آقای ترامپ معمولا با دولت معامله نکردش، همراه ملت بودش. اون چیزی که مشخصه اینه که در سال 1997 اگه به خاطر بیاریم، پوتین و دونالد ترامپ وقتی با هم داشتن یک گفتگوی خبری میکردن، مشخصا ترامپ گفتش روسیه ناراحت
از اینکه حفظ برجام رو نتونسته داشته باشه و یا دوست داره حفظ برجام باشه به خاطر اینکه معاملات تجاری داره، اما ما همراه 100% و حامی 100% مردم ایران هستیم. ترامپ ساختار شکنانه برخورد کردش و اون چیزی که روی نقشه هستش، روی کاغذ هستش رو انجام نداد و به خاطر این مسئله خب خیلی باهاش مشکل برخوردن، جنگ رسانه‌ای علیه شده و مسائل اینجوری. اون چیزی که مشخصه اینه که ترامپ همراه مردم بوده، چرا که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی قرار داده و جمهوری اسلامی رو به خاطر اون چیزی که رفتار میکنه، نه اون چیزی که میخواد از جمهوری اسلامی، منع میکنه و خواستار یک رفتار مسالمت‌آمیز هستش. اما فائزه هاشمی چه میخواد و دیگران شبیه اون چه میخواد؟ بحث فائزه هاشمی اینه که میبینه که واقعا هیچ نوع اصلاح طلبی معنی نمیده. یعنی ببینید اون چیزی که اصلاح طلب ها میگن و اون چیزی که اصولگره ها میگن حفظ نظام هستش و بقای نظام. تنشی که بین اصلاح طلب و اصولگرا هستش صرفا بحث نظارت استثوابی هستش، یعنی بحث قدرت و بحث قدرت ایناست که انتظار به این دارن که دولت‌های خارجی حامی اونها باشن و یا مخالف اونها باشن. اگر مخالف اونها باشن میشن یک سری افراد جنگ طرف. که منظورتون این هست که هر دو طرف از منظر منافع خودشون دارن به قضیه نگاه میکنن. ولی به این نکته جالب اشاره کردید، گفتید که بین حاکمیت و مردم ترامپ مردم ایران رو انتخاب کرده بود. آیا نامور حقیقی شواهدی داریم برای این؟ نه، همه شواهد خلاف اینه. ببینید آقای ترامپ در موقعی که به قدرت رسید، چون فوبیا داشت با میراث آقای اوباما، موقعی که آقای روحانی در سپتامبر مهر 96 به آمریکا سفر کرد، بنا به گفته آقای مکرون و آقای بایزی 8 بار تماس گرفتن که با آقای روحانی گفتگو کنن. ظاهرا آقای خامنه ای به همون سبیل گذشته اجازه نداد که آقای روحانی با آقای ترامپ ملاقات کنه. اگه اون ملاقات صورت گرفته بود بخشی از این مسائل میرفت کنار. دوم اینکه آقای ترامپ تونست با کره شمالی به توافق برسه. اگه با کره شمالی به توافق نرسیده بود قطعا از برجام خارج نمیشد. نکته سوم، شما اصلا نه جایگاه آقای ترامپ رو میدونید و نه خواستگاهش رو میدونید و نه اعتقادش به دموکراسی و حرکت مردم که خیلی مشخصه. ببینید در فیلیپین آقای دتوره حداقل 25,000 نفر رو در کشوری که اعدام ممنوعه ترور کردن، حالا چه به پلیس چه علنی، به عنوان مبارزه با مواد مخدر. آقای دتوره به آقای ترامپ گفت اگه بخوای بشینی تو کنفرانس آسان، گفت اگه بخوای بشینی با من در مورد حقوق بشر بشینی، من با صحبت نمی کنم. آقای ترامپ نشست باهاش صحبت کرد. این یه نکته. نکته بعدی هم که آقای ترامپ در همه این موارد پیشنهاد داد که گفت آقا من زنگ بزنید، من مشکل ندارم، من نمیخوام ایران تغییر بدم. اصلا ترامپ سیاست پاندولی آقای ترامپ نشون میده که تنها اعتقادش به مردم بود. اون معتقد بود آقای ترامپ گفته آقا من اگه یه دلار بخوام بدم باید 5 دلار بگیرم. این در مورد ایران، در مورد همه جاست، در مورد حمایتش. اجازه بدید که همین نکته شما رو آقای اسماعیل پور جواب بدن. آقای اسماعیل پور بفرمایید. کوتاه بر حقیقی تحصیل کرده هستم و کاملا از علم و روابط میونیوران اطلاع دارم. آقای ترامپ اگر تماس گرفته خب به خاطر اینکه یک نوع روابط دیپلماتیک ایجاب میکنه که ایشون برقرار با ارتباط بگیره، برقرار کنه خودش رو با کشورهای مختلف و جمله کشورهایی که ضد مردم هستن. و همین آقای نامور اشاره میکنه به یک کشوری که خب تعدادی اعدام کردن اونجا، جمهوری اسلامی که 42 سال داره اعدام میکنه. آقای بوما باهاش مماشات کرد، پس اونو به کجای این بحث باید وارد کنیم؟ اون چیزی که مشخص اصلا اینه که ترامپ سعی کرده تا همیشه مسالمت‌آمیز برخورد کنه. زمانی که تندروهای سپاه، اون قایق‌های تندروی سپاه به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شدن، زمانی که به پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله شد و خب مشخصا ما یادمون اون هواپیما وقتی که شلیک کردن دو تا هواپیما، جون 176 نفر رو گرفتن و موارد مختلف از تهدیداتی که حالا میشه یا حمله به سفارت آمریکا در بغداد. چون آقای ترامپ همیشه سعی کرده رفتار عقلانی داشته باشه برعکس جمهوری اسلامی که همیشه توخشو در پرونده سیاسی خودش داره. و اون چیزی که مشخصه اینه که ترامپ بازیگر خوبی هستش. ترامپ شما میگید دموکراسی رعایت نمیکنه، من نمیدونم واقعا از چه مبنایی اینا میگید، یا به صورت کلان دوست ندارید آقای ترامپ، خب یه چیز دیگه است. ولی اون چیزی که مشخصه ترامپ روی کردش در مورد دموکراسی یک روند خب مشخصه شفافیه. آقای اسماعیل پور، قبل از اینکه با آقای نامور حقیقی مراجعه بکنیم، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه سوالی از شما داشتم. بالاخره الان ترامپ رفته و بایدن اومده، به نظر شما اون فرصتی که شما بهش اشاره میکنید از دست رفته؟ کوتاه لطفا. تا ظهر 20 یعنی تا چند روز دیگه هنوز هستش و همه مخالفان ترامپ میگن تو این 3-4 ماه اخیر، من یادمه همه صحبت از جنگ میکردن، ترامپ هیچ وقت جنگ کرده نه مخالفت کرده. اون چیزی که مشخصه ترامپ روندی که داشته به سمت صلح در منطقه بوده و اینو نباید از یاد بریم. کارنامه
متاسفانه ترامپ هیچ وقت نکات مثبتش دیده نمیشه. خیلی خیلی کوتاه آقای نامرحقی، در حد 30-40 ثانیه بیشتر وقت باقی نمونده. شما گفته چشمنداز به گونه دیگه رقم خورده، منظورتون این هست که در دوران بایدن قرار اتفاق خاصی بیفته؟ کوتاه لطفا. ببینید، با توجه کنیم که اگه ایران وارد هر نوع درگیری بشه، که سیاست آقای ترامپ اگه ادامه پیدا میکرد میتونست وارد درگیری بشه، تحریم‌های همه جانبه به درگیری منجر میشه، ایران از اون درگیری بیرون نخواهد اومد. تو خاورمیانه کسی وارد درگیری بشه دیگه بیرون نخواهد اومد. سیاست آقای بایدن که سیاست مصالحه و گفتگو هست، امکاناتی رو برای ساختار سیاسی و اقتصادی ایران فراهم میکنه. تجربه نشون داده در گشایش اقتصادی و بهبود شرایط، جامعه ایران به مصالح و مصالح سیاسی بیشتری فکر میکنه. در شرایط فشار و عقاب که مسئله امنیت بهداشتی هم بهش اضافه شده، تجربه نشون داده که حکومت‌های اقتدارگرا بیشتر منفعت میگیرن و امکان مصالح یا تغییر در فضای اجتماعی و سیاسی کمتر میشه. تجربه ایران نشون داده که بایستی رو به جلو نگاه کرد و خواسته های واحد رو به جای اینکه کلیتش رو، یه خواسته واحد مثل واکسن، مثل غنی‌سازی رو میشه در پشتش ایستاد یا تنیس زدی با آمریکا که خواسته جامعه است و پشت اونها تغییرات جدیدی رو شاهد. ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا، و همینطور مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار از کانزاس سیتی در ایالت میزوری آمریکا. در ایران مسئولان زندان اوین یک روز بعد از درگذشت مادر سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی، به او اجازه دادن به مرخصی برود. او 1080 روز بدون مرخصی در زندان بود و درخواستش برای دیدن مادرش قبل از درگذشتش رد شد. برخوردهایی از این دست با زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت کم نیست. منتقدان حکومت میگویند جمهوری اسلامی گاه از محروم کردن زندانیان از حقوق قانونی به عنوان ابزار اذیت و آزار و فشار بر آنها و خانواده هایشان استفاده میکند. نمونه ها در گزارشی از فرین آسمی. مادرانی که در حسرت دیدار فرزندانشان می روند، بدون خداحافظی و بدون در آغوش گرفتن عزیزانشان. پدرانی که جان می سپارند و آخرین درخواستشان دیدن فرزند در بندشان است. این قصه آشنای خیلی هاست. چشمانی که به در می ماند. خانواده هایی که منتظرند. منتظر دیدن فرزندی که یا در بند است و یا مجبور به ترک ایران شده. آخرین آنها هم لیلی هوشمند افشار بود. مادر سام رجبی که 1080 روز با تن بیمار دوری فرزند را تاب آورد و سرانجام فرصت دیدار او را پیدا نکرد. این صدای لیلی هوشمند افشار است در توضیح آنچه بر او گذشته بود. رئیس شعبه دادسرا اجازه ملاقات ندادن، وکیل هم با وجود این که دو بار تم باطل کرده و تقاضای تایید وکالتنامه‌ش رو گرفته، هنوز این دست اون دست میشه و میگن که یا گم شده یا دست آقای فلان کسی که سفر هستش، وکالتنامه پسرم امضا نشده یا امضا شده به وکیل نمیدن. گفتن که ملاقات با دادستانه، دادستان که ما رو نپذیرفت، ارجاع داد به شعبه مربوطه، شعبه مربوطه هم گفتن که وقت نداریم. مسئولان به سام رجبی مرخصی ندادند تا در روزهای آخر در کنار مادرش باشد. یک روز بعد از مرگ خانم هوشمند افشار، آقای رجبی به مرخصی رفت. نمونه دیگر، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری بود که در 7 سال محکومیت تنها 4 بار مرخصی رفته بود. او تنها بعد از فوت ناگهانی دختر جوانش اجازه یافت به مرخصی برود تا در مراسم خاکسپاری دخترش شرکت کند. بعضی موارد خب دلشون به رحم میاد و این مرخصی رو اعمال میکنن که حق قانونی محکومین هست و قانون البته اجازه داده، دستور نداده که در هر ماه 3 روز یک زندانی بتونه به مرخصی بره، اگر که برای امنیت جامعه و البته در این پرونده ها ظاهرا امنیت حکومت هست، امنیت جامعه، خطری نداشته باشه. و بعضی ها هستن که مطلقاً بهشون مرخصی داره نمیشه. من موکلینی داشتم که 6 سال یا 5 سال از دوره شروع تحمل محکومیتشون گذشته بود و حتی برای رفتن به بیمارستان به این عنوان که باید بهداری زندان موافقت بکنه که برن به بیمارستان خارج از زندان، مرخصی نمیدادن، چه برسه به مرخصی معمولی و بدون جهت خاص و فوق‌العاده‌ای. فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان مسئله تازه‌ای نیست.
بیخبری یکی از رایج‌ترین مجازات‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی است. از معمول‌ترین مواردش هم نداشتن ملاقات یا حق تماس از زندان. مجازات بعضی زندانیان هم تبعید است. خانواده‌هایشان برای دیدن آنها باید راه‌های طولانی بروند. این هم مجازاتی برای خانواده هاست. زمستان 92 همسر و مادر پیمان عارفی که به زندان مسجد سلیمان تبعید شده بود در راه بازگشت از ملاقات او به تهران در تصادف رانندگی کشته شدند. محسن قشقایی زاده دیگر زندانی بود که مادرش را در راه زندان از دست داد. توتی سلطانی در راه بازگشت از ملاقات فرزندش که در زندان اوین در بند بود تصادف کرد و بعد از اینکه همه وسایلش را دزد برد مدتی از سرنوشت او خبری نبود تا خانواده‌اش سرانجام از مرگ او مطلع شدند. تبعید بعضی از زندانی ها و یا ممانعت از مرخصی دادن به اونها و یا جلوگیری از ملاقات ها در واقع فقط و 100% مجازات زندانی نیست. همونطور که فرمودید واقعا مجازات خانواده زندانی ها هست و ما نباید چنین ظلمی رو بر خانواده ها که هیچ گناهی مرتکب نشدن به جز نسبتی که با زندانی و به قول شما قضات یا مقامات قضایی مرتکب یک جرم فقط نسبتی دارند و بس، چرا باید اونها رو مجازات بکنیم؟ و میبینیم اگر که شما باشید و باشون صحبت بکنید که گاهی خانواده زندانها چقدر در مشقت و مضیقه هستن. با اینکه در قانون مجازات اسلامی اصل بر شخصی بودن مجازات است، از آزار و گاه شکنجه خانواده های زندانیان سیاسی به عنوان راهی برای مجازات این زندانیان استفاده می شود. فرین عاصمی، بی بی سی. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران از دولت ایران خواسته بدهیش با این مجموعه را تسویه کند. سعید محمد البته به دولت پیشنهاد داده که اگر بودجه برای پرداخت ندارد این مجموعه حاضر است مستقیما اموال دولتی را به جای طلبش بردارد. اصولا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چگونه نهادی است و رابطه اش با دولت ها چه شکلی است؟ شبنم شبانی به دنبال پاسخ این پرسش ها رفته. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از بزرگترین زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که بازوی اصلی سپاه در پروژه‌های عمرانی ایرانه و تخمین زده میشه در حدود 150 هزار نیرو داشته باشه. و پاسداران انقلاب چون داوطلبانه اومدن دفاع از مکتب میخوان بکنن و ما یه نیروی به عنوان دفاع از مکتب لازم داریم. حضور نیروهای نظامی سپاه پاسداران در ایران موازی با ارتش شاید پدیده‌ای منحصر به فرد در جهان باشه. کشوری با دو نیروی نظامی که در عرصه‌هایی با همدیگه در رقابت هم هستند. اما در کنار اون وجود نهادی غیر نظامی متعلق به سپاه موازی با دولت که سایه بزرگی بر بخش خصوصی هم انداخته شاید به همون اندازه استثنایی و منحصر به فرد باشه. قرارگاه خاتم الانبیا سپاه بعد از جنگ ایران و عراق به فرمان آیت الله خامنه‌ای مشخصاً با هدف حضور در پروژه‌های عمرانی تأسیس شد و تا امروز توسعه قابل توجهی هم پیدا کرده. قرارگاه خاتم سال 68 تأسیس شد، یعنی بلافاصله بعد از جنگ و مستحضرید بر اساس قانون اساسی یه اصلی داریم 147 که اون اصل صراحتاً این رو عنوان کرده که نیروهای مسلح در زمان صلح میتونن از امکانات و توانشون در ساخت و توسعه کشور استفاده کنن. به تازگی سعید محمد فرمانده این قرارگاه از بدهی بزرگ دولت به این مجموعه خبر داده. بدهی که رقم دقیقش روشن نیست اما تخمین زده میشه بین 50 هزار تا 60 هزار میلیارد تومان باشه. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از دولت میخواد که این بدهی رو بپردازه، اما چگونه؟ یا برای تسویه بدهی ها بخش از درآمدهای جدید دولت در مسیر پرداخت به خاتم الانبیا قرار بگیره، یا دولت بعضی اموالش رو بفروشه و با اون تسویه حساب بکنه. و البته پیشنهاد سوم آقای محمد درباره طلب میلیاردی خاتم، دولت به جای بدهی ها اموالش رو به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه واگذار کنه، اتفاقی که البته در دولت های پیشین هم سابقه داره، از جمله درباره نیروگاه سبلان و فولاد خوزستان و چند شرکت دیگه. این قرارگاه به گفته فرماندهش سالانه 10 هزار میلیارد تومان از دولت بودجه میگیره. چند و چون و ریز هزینه های قرارگاه خاتم الانبیا از این رقم بزرگ که از خزانه دولت میگیره چندان روشن نیست. اما فرمانده قرارگاه میگه خاتم الانبیا 2/3 اون رو خرج پروژه های عمرانی و ساخت و ساز و باقی رو صرف امور غیر عمرانی و شهرداری ها میکنه. به نظر میاد اما با خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری این کشور بر ایران و به ویژه کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت برای تامین این هزینه به دشواری افتاده
و شاید همین مسئله باعث شده تصفیه حساب دولت با سپاه عقب بیفته. آمریکا خود این قرارگاه و بسیاری از مقامات رده بالای سپاه و البته شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خاتم‌الانبیا را تحریم کرده. سپاه میگه نهادهاش و از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به هدف یاری در چرخوندن امور زیر تحریم‌ها فعالیت می‌کنند. اما بارها شرکت‌های دولتی، خصوصی و حتی ابرشرکت‌های خارجی زیر فشار سپاه برای گرفتن پروژه‌ها از دور رقابت خارج شدند. دولت حسن روحانی بارها از تمایلش به حضور کمتر نظامی‌ها در پروژه‌ها و البته واگذاری بسیاری از اونها به بخش خصوصی گفته. از طرف دیگه اما همین دولت تاکید داره که سپاه رو نباید به چشم رقیب دید. سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا میگه حاضر نهاد زیر نظرش رو به جای خالی وزارت جهاد سازندگی بیش از پیش به صحنه بیاره. منوس به اینکه بودجه‌ای که قرار بوده صرف احیای احتمالی این وزارتخونه بشه به خاتم‌الانبیا بدن. دولت اما موافق حضور و نفوذ بیشتر سپاه خواهد بود. شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمانم باشه فاسد میشه. ندانند یا مغرض باشند و تصورشون این باشه این پتانسیل بزرگی که تحت عنوان قرارگاه سازندگی این رقیب بخش خصوصیه، دو تا ویژه براش میشه گفت، یا ناآگاست یا مغرضه، میخواد تحریک بکنه. نگاهی به لایحه بودجه سال 1400 نشون میده که دولت بر روی درآمدهای حاصل از فروش اموالش 8 برابر بیش از سال پیش حساب کرده، یعنی 12000 میلیارد تومان در سال 99 رو به 95000 میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی رسونده. آیا این نشونه ای از قصد دولت برای تصفیه حساب با خاتم‌الانبیا و نهادهای اینچنینی تا واگذاری مستقیم اموالش بین نهاد، یا سپاه از حالا در جایگاه خریدار این شرکت‌ها نشسته و آماده امضای سند مالکیت اونهاست؟ ممنونم از شبنم شعبانی. بعد از 3.5 سال محاصره اقتصادی و قطع روابط، روز شنبه مرز قطر و عربستان بار دیگر بازگشایی شد. روابط شکراب قطر و تعدادی از کشورهای شبه جزیره یک هفته پیش با میانجیگری آمریکا حل و فصل شد. هم عربستان و هم باقی متحدانش که روابطشان را با قطر قطع کرده بودند، ظرف یک هفته همه محدودیت‌ها را لغو کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 3.5 سال پیش گذرگاه مرزی ابو سمره که یکی از دو گذرگاه اصلی مرز قطر و عربستان محسوب می شود ظرف یک روز اینچنین سوت و کور شد، چرا که ریاض همه درهایش را به روی دوحه بست. تا روز شنبه آشتی کنان پرشتاب ریاض و متحدانش با قطر موجب شد تا عربستان مرزش را به روی قطر بگشاید، که به معنای بازگشایی تمامی مرزهای زمینی کشور قطر است، چرا که تنها عربستان با قطر مرز زمینی دارد. بدین ترتیب این خودروهایی که تک و توک از این گذرگاه خلوت عبور می‌کنند نقطه پایانی هستند بر یک بحران دیپلماتیک که در 3.5 سال گذشته گوشه مهمی از تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه را به خود اختصاص داده بود. قطر هر قدر کوچک و هر اندازه ناتوان در اثرگذاری بر بازی قدرت‌های بزرگ بین المللی، در این مدت در میان برادران عربش به جوجه اردک زشت تبدیل شد. نخستین نشانه‌های بحران در سال 2014 رقم خورد، وقتی عربستان، امارات و بحرین قطر را متهم کردند که به توافق امنیتی شورای همکاری خلیج فارس پشت کرد و سفرایشان را از دوحه فراخواندند. تنش سال به سال افزایش یافت تا 2017. قطر برای آزادی تعدادی از شهروندانش که برای شکار به عراق رفته بودند و 2 سالی گروگان بودند، پول قابل توجهی به گروگانگیرها پرداخت کرد. در فاصله کوتاهی وبسایت‌های قطری هک شد و بیانیه‌ای از سوی شیخ تمیم امیر قطر در ستایش ایران و علیه عربستان توسط خبرگزاری رسمی قطر منتشر شد. بیانیه‌ای که بعداً روشن شد کار هکرها بوده. یک ماه بعد عربستان، امارات و بحرین به همراه مصر و یمن و مالدیو روابطشان را با قطر قطع کردند و محاصره اقتصادی این کشور کوچک آغاز شد. اندکی بعد
این کشورها 13 شرط برای برقراری دوباره رابطه با قطر تعیین کردند. شروطی مانند تعطیلی تلویزیون الجزیره، کاهش روابط با ایران، قطع هر گونه همکاری نظامی و اطلاعاتی با ایران، بستن پایگاه ارتش ترکیه و پرداخت غرامت اقدامات 10 سال گذشته. 3.5 سال بعد حدود یک هفته پیش ناگهان ورق برگشت و عربستان اعلام کرد که روابطش را با قطر از سر می‌گیرد، بدون اینکه هیچ صحبتی از شروط 13 گانه و دلایل قطع روابط باشد. یکی از این شروط تعطیلی کامل شبکه تلویزیونی الجزیره بود، شبکه قطری که سالهاست به خاری در چشم حکومت‌های مانند عربستان و امارات تبدیل شده. این شبکه نه تنها تعطیل نشد، بلکه در این مدت در انتقاد از ریاض متحدانش سنگ تمام گذاشت. قطر در این مدت در روابطش با ایران هم تغییری ایجاد نکرد. برعکس، در همین مدت از مقام‌های ایرانی دعوت کرد تا در نشست‌هایی در قطر شرکت کنند و برخی مانند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دوحه شمشیر انتقاد را اینچنین به روی عربستان کشید. Unfortunately, Saudi Arabia does not want to reduce tension. در روابط قطر و ترکیه وضعیت حتی از این هم متفاوت‌تر بود و دوحه و آنکارا از گذشته به هم نزدیک‌تر هم شدند. از حمایت قابل توجه ترکیه در روزهای آغازین محاصره اقتصادی گرفته تا وعده سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری قطر در ترکیه، همه در سال‌های رخ دادند که عربستان و شرکایش به دنبال بریدن پای ترکیه از قطر بودند. از اینها گذشته، در قطر در این مدت آب از آب تکان نخورد و از اجرای باقی شروط هم خبری نشد. شروطی مانند غرامت و پذیرش نظارت شورای همکاری خلیج فارس بر سیاست‌های دوحه و هماهنگی سیاست خارجی قطر با عربستان و متحدانش که عملاً حاکمیت ملی قطر را از بین می‌برد و این کشور را به یکی از کشورهای اقماری عربستان فرو می‌کاست. در عوض بعد از 3.5 سال مقاومت قطر در برابر عربستان، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جوان قطر 5 روز پیش اینچنین در ریاض با استقبال محمد بن سلمان روبرو شد. چرخش ناگهانی عربستان در برابر کشوری کوچک که احتمالاً طراحان محاصره اقتصادی قطر انتظار داشتند خیلی زود به زانو درآید. حالا اما با بازگشت قطر به جمع برادرانش در شورای همکاری خلیج فارس، استقلال عمل دوحه در برابر ریاض و ابوظبی به واقعیتی پذیرفته شده تبدیل شده و در این حال مهمترین بحران تضعیف کننده این نهاد مهم خاورمیانه نیز به پایان رسیده، خبری که کمتر کسی در میان سیاستمداران تهران از شنیدنش خوشحال می شود. کیوان حسینی، بی بی سی. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر دیدید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت ما و همینطور روی کانال ما در یوتیوب در دسترسه. شب و روز بر شما خوش.